انقلابیون اسلامی از هنگامی که با پشتیبانی همه جانبه کشورهای اروپایی و آمریکا آماده می شدن تا بساط حکومت قرون وسطاییشان را در سرزمین بخت مرگشته ما پهن کنند تنها ترسشان از زنان ایران بود زیرا میدانستند زنان دشمنان خط اول جپه یک حکومت مذهبی نهفته نه یا آشکار انقلابیون اسلامی در روی و روی با این دشمنان پیش از انقلاب به خدعه و دروغ متوسط شدند و سپس بلا فاصله پس از پیروزی سرکوب را شروع کردند به کمک ارازل و اوباش کف بردهان آورده با شعارهایی چون یارو سری یا تو سری و تیغ کشیدن بر لبهای زنان و این سرکوب شکل‌های مختلف و روز به روز و گسترده‌تر و وحشیانه‌تر ادامه پیدا کرد تا به امروز زیرا حکومت اسلامی دشمنان اصلی خودش را خوب می‌شناسد حکومت اسلامی از ابتدا میدانست میتواند می تواند در میخانه ها را ببندد که بست میدانست میتواند می تواند رسانه ها را بخرد و یا سانسور کند که کرد میدانست میتواند می تواند سر هر کوی و برزنی یک مسجد و حسینیه و تکیه بسازد که ساخت میدانست که می تواند فرهنگ مدار، مهربان، شاد و روشن ایرانی را سرکوب کند و به جایش بر زمین تاول زده از انقلاب، اشک، اندوه و بیداد و تاریکی بکارد که کاشت حکومت اسلامی میدانست حتی میتواند خواستاران عدالت اجتماعی را بفریبد و دروغ عدالت اسلامی را به خوردشان بدهد تا جایی که وقتی زنان این دشمنان خط اول حکومت تازه به دوران رسیده اولین تظاهرات عظیم خود در مخالفت با حجاب اجباری را به راه انداختند بیشتر گروه های چپ از زنان عضو یا هوادارانشان خواستند به خاطر انقلاب در این تظاهرات شرکت نکنند. روشن است که حکومت اسلامی برخلاف بسیاری از مردمان بیخبر به خوبی این را هم میدانست زنی که از چشمه انقلاب مشروطیت نوشیده زنی که با همراهی رهبری چون رضا از چاه کبود هجاب بیرون آمده و به مدرسه و دانشگاه رفته و انسانوار سر برآورده و زنی که طی 43 سال پس از آن و تا انقلاب اسلامی آموخته که چگونه از اعماق سیاه حرمسراها سختی تخته چوبهای شلاق سنگسار و درد از دست دادن کودکانی که به دنیایشان آورده و دهها بدبختی دیگر بگریزد و خودش را به یک قدمی زنان غربی برآمد از رنسانس برساند نمی تواند با حکومت اسلامی سر سازگاری داشته باشد حتی اگر چند سباهی از سر نادانی یا هیجان و یا زور سر به سازش فرود آورد حکومت اسلامی خوب میدانست که اگر تأکید بر دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه برای فریفتن مردمانی ساده دل و ناآگاه برای گذار به جهان اسلام زده کافی است برای زنانی که 1370 سال درد و زخم اسلام را بر جان و تنشان دارند کافی نیست زیرا آنها بسیار بهتر و بیشتر از مردها میدانند که بزرگترین و بیرحمترین دیکتاتوری برای زنها همانا یک دیکتاتوری مذهبی است و این دانستن است که به آنها این توان را داده که چهل و دو سال تن به سازش و سکوت ندهند و چنین است که هنوز حکومت اسلامی بیش از همه دشمنانش از زنان ایران میترسد تعجب آور نیست اگر زنانی که صرفا برای ایستادن در بلندایی اندک فقط سخن از آزادی پوشش میگویند کارشان به شکنجه و زندان میکشد تعجب آور نیست زنانی که برای نجات محیط زیست تلاش می کنند و یا به حمایت از حیوانات میپردازند و یا فقط از آثار تاریخی غیر مذهبی سرزمینشان عکس برمیدارند کارشان به زندان می کشد. تعجب آور نیست زنانی که حتی با اجازه مقامات دانشگاه میخواهند بر اساس قوانین واپسگرای حکومتی زنان را با حقوق خود آشنا کنند کارشان به ده پانزده سال زندان میکشد. و تعجب آور نیست که هزاران زن سرشناس گمنام به بهانه دلایلی کاملا بیهوده و بی اساس بیشتر عمر مفید و زیبایشان را در زندانهای حکومت اسلامی میگذرانند. هیچ کدام از این زنها نه توپ و نه تانک و نه اسلحه با خود داشتهاند و نه کلامی اهانت بار به پیامبر و امام غیب و حاضر گفتند اما هر کدامشان به نوعی خواب راحت و خوش را از یک قبیله بربر صفت گرفتند این انسان های ظریف و هوشمندی که نه حق قضاوت دارند و نه حق دفاع از خودشان نه اجازه قیمومیت بچه هایشان را دارند و نه اجازه سربرداشتن مقابل پدر و برادر و همسران زورگویشان را نه اجازه سفر و کار و نه حتی اجازه انتخاب پوشششان را دارند اما هر کدامشان دلیران سینه سپر کرده اند و مقابل یک حکومت زمخت بیمغز حراسنگیز استادند. برای من و حتما بیشمارانی حیرت انگیز است اگر که هنوز بخش عظیمی از مردمان به ویژه اپوزیسیون ترس حکومت اسلامی از این زنان را نمی بینند و یا نادیده می گیرند می دانیم که تمام سازمانها و احزاب اپوزیسیون سیاسی و حکومت اسلامی به وسیله مردها به وجود آمده و گردانندگان اصلیش بیشتر مردها هستند اما از آنجا که در طی 42 سال گذشته زنان بیش از مردها در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند حکومت اسلامی از آنها بیشتر از مردها میترسد اکنون وقتش رسیده که زنان ایرانی سازمانها و احسابی خاص خود داشته باشند نه اینکه این سازمانها فقط زنانه باشند بلکه بهتر است سازمانهایی باشند که زنانه با تجربه متخصص و شایسته آنها را به وجود آورده و یا در گرداندن آن نقش اساسی ایفا کنند من یقین دارم که برخلاف تصور برخی ما زنان برجسته در امور سیاسی داریم که اگر کاراتر و شایسته تر از مردها نباشند هم وزن مردها هستند با این تفاوت که چون تجربه مبارزاتی زنها با حکومت اسلامی سختتر و بیشتر از مردهاست طبعا راه و رسم فروپاشیدن چنین حکومت هایی را بهتر میدانند اما میبینیم زنهایی که قادرند کارهای سیاسی تخصصی انجام دهند از آنجا که نمیخواهند ویترین و یا جنس دوم باشند از ورود به سازمانهای سیاسی پرهیز میکنند اکنون به نظر می رسد که اپوزیسیون بیشتر مردانه ایرانی به نفعشان هست تا اجازه دهند زنانی شایسته. این دشمنان خط اول مبارزه با حکومت اسلامی در تصمیم گیری های حساس شرکت کنند. از تجربیات مبارزاتی سیاسی و فمینیستی آنها استفاده کنند و اگر زنان سازمان و حزبی تشکیل می دهند به آنها بپیوندند و به دور از غرورهای مرد سالارانه همراه و پشتیبان آنها باشند در چون این فضایی است که رهبران فردای ایران چه مرد و چه زن با نظر و خواست زنان و مردان برجسته شناسایی و پیشنهاد شدهاند و نه فقط با نظر و خواست مردها در 16 آذر سال 1357 کمتر از سه ماه قبل از پیروزی انقلاب لس آنجلس تایمز گفتگویی با خمینی داشت و از او در مورد حد آزادی زنان پرسیده شد و او مثل بیشتر حرفهایش به قول خود خودعه کرد و گفت زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود از چیزی که جلوگیری می شود فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست